که میکنه صدای فیسبوکه که مثل استودیو قشنگ میشماره برای ما، یک دو سه و شروع. خب دوستان عزیز، خوشحالم که باز هم آقای یزدان خداوند رو وقتشون رو به من و شما دادن و از آلمان با ما هستن. آقای خداوند رو بگید ببینیم چی شد این ماجرای مغز میمون و مغز انسان. زمان ایشون گفت که برنامه من رو دیدن و نکاتی رو هم میخوان گوشزد کنن. خوشحال میشم اگر اشتباهی کردم ایشون بگن تا تصحیح کنم، یا اگر سوالی چیزی هست در خدمت شونم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی، شنوندگان و بینندگانتون. قبل از شروع برنامه خودم دوست داشتم به دو نکته‌ای که در اینجا یادداشت کردم که در حرف‌های شما شنیدم اشاره کنم. یکی صحبت آقای لاجوردی است که گفته بود اپوزیسیون چرا کارایی نداره. من در جلسات بعدی سعی میکنم درباره این اپوزیسیون که مطلبی رو نوشتم اینجا بیام ارائه بکنم و ریشه هاشو بررسی بکنم. از شما دعوت نکردن کوتاه آقای یزد خداوند رو، از شما دعوت نکردن که برید کانادا و شرکت کنید که چرا اپوزیسیون به اصطلاح ناکارا بوده و موفق نبوده؟ نه خیر، چون که آقای لاجوردی در اینجا حدود 10-15 سال پیش چندین سمینار پیدارپی گذاشته بود و من هم یکی از مشتریان ایشان بودم و مرتب در این دانشگاه کل و اون جلساتی که در جای دیگه میکردیم حضور داشتم و مرتب پیگیری میکردم و با ایشون هم زیاد بحث گفته بود کردم و تا چند وقت پیشم در صفحه من حضور داشت، متأ هیچ گونه واکنشی درباره این مطالب من نشون نمیداد مثل خیلی های دیگه، که آخرسر مجبور شدم از لیست دوستانم از صفحه حذفش کنم، چون من اینکه به درد نمیخورم اینا. و در این حال هم اونجا هم در دراز مدت متوجه شده بودم که دیدم این آقا هم مثل اون 99% پابسن گذاردگان ما گرفتار تفکر اسطوره‌ای است و به جای یافتن علت همیشه با معلول گلاویز میشه. و اینجا مالا میگه که چرا اپوزیسیون. آقای سوربی، من با ایران کاری ندارم که وضعیت اپوزیسیون چگونه است. این اپوزیسیون تعریف داره، به نیروی مخالف دولتی که در سر کار هست گفته میشه. اما در خارج کشور ما اپوزیسیون نداریم به چند دلیل. یک، حدود 70-80% این پابسن گذاردگان خارج کشور که حدود مثلا 5-6 میلیون نفر هستند و 30 میلیون نفرش که کودکن و در اینجا به دنیا اومدن و یا بچه بودن اینجا اومدن بزرگ شدن، بسیارشون حتی فارسی صحبت کردن رو هم بلد نیستن و هیچ علاقمندی هم به مسائل ایران نداریم. تعداد انگوش شماری از اینها هستن که از پدر و مادر این احساس رو دریافت کردن که دچار نوستالژی ایران هستن و درباره مسائل ایران بحث میکنن و اینا رو میتونیم گروه اپوزیسیون رو. ولی اون 80-90% با عرض معذرت هر سال یا هر چند سال یک بار رزرو میرن ایران و میان، میرن ایران و میان و با هر کدوم میشونم صحبت که میکنی تا میفهمه که من مسائل ایران من میخوام بپردازم میگه آقا من که سیاسی نیستم. این واژه رو حدود در 20 سال پیش من تعداد خیلی زیاد شنیدم که آخر سرم درباره این چیز کردم. این آدمی که میگه من سیاسی نیستم نه تنها که سیاسی است بلکه از نوع کثیف‌ترین اونه. بنابراین این افرادی که آسته میدن آسته میان با جمهوری اسلامی هم کاری ندارن، اینها در این گروه های مخالف دولت در خارج کشور شرکت نمی کنن. بنابراین تعداد با از نظر کمیت بسیار محدود و انگوش شمار هست و با این جماعت انگوش شمار و عموما هم روان پریش ما اپوزیسیون فعال نداریم و نمیتونیم. حالا اون میاد میگه که چرا اپوزیسیون ما کارایی نداره. اپوزیسیون نداره بابا. این نکته اول. نکته دوم درباره اسپانسر شدن. من به یه مطلب اشاره کنم. حدود 5-6 سال پیش با یه خانومی
من در همین تلویزیون رنگارنگ برنامه اجرا میکردم، همین مطالبی که هستش رو در اونجا بیان میکردم. و یه آقایی در تلویزیون رنگارنگ میدونی که پخش میشد در ایران از هاتبرگ و بدنه جامعه محصول قسمت محرومان در تماس بود و گسترش زیادی داشت پخش میشد، یه آقایی فکر میکنم در همین خارج کشورم بود، اعلام کرد که این آقای خداوندلو اگه هفته یک مرتبه بیاد اینجا یه ساعت برنامه اجرا بکنه من اسپانسرش میشم، یعنی اینی که من خارجی میبردازم. و بعد این آقای داور گفته بود که من معلومه که به این برنامه نمیدم، حالا من نمیدونم، من از زبان خودش نشنیدم، اما از زبان اون خانومی که با هم دیگه برنامه اجرا میکردیم شنیدم، حالا شاید دروغ گفته. در هر حال اونجا به من برنامه ندادم، منم تقاضا نکردم، فقط شنیدم که یک نفر میخواست اسپانسر کارهای من بشه. با توجه به اینه که من احتیاجی ندارم کسی اسپانسر من بشه و من اندازه کافی پول دارم برای این کار. خب اینم نکته دوم. حال بپردازیم به مطلب امروز. درباره این دو نکته که من اشاره کردم شما صحبتی نداری آقای سوربی؟ نه، خیلی قشنگ شما اپوزیسیون رو گفتید که مثل اینونه که من بگم چرا این ماشین بنزین نداره، شما میگی آقا اصلا شما ماشین نداری، برو دنبال کارت، و خیلی قشنگ و ساده توضیح دادید. مرسی. خب آقای سوربی، شب من میخوام به یه موضوعی بپردازم که ممکنه اصلا مورد علاقمندی شما نباشه، اما بین شنوندگان و بینندگان شما ممکنه تعدادی پیدا بشن که به این مسئله توجه داشته باشن، و من هم این رو انتخاب کردم شاید یک جلسه و یا اگر امکان داره مثلا به دو جلسه ادامه پیدا بکنه، چون بیشتر از 6000 کلمه است این مقاله‌ای که من حدود 7-8 سال پیش نوشتم. در این باره من به خود گفتم یزدان جون، قبل از اینه که به رحمت ایزدی بپیوندی یا در اثر پیری به لکنت زبان دچار بشی، بیا این دو نظریه خود را در یک برنامه شنیداری تصویری مطرح کن. من دو تا نظریه در این باره ارائه دادم، یک، چگونه مغز انسان رشد کرد، دو، چگونه انسان راست آمد شد. دو تا نظریه است. در این باره متفکرین بسیار زیادی مثلا در این کتاب منشأ انسان میبینید؟ بله بله، ماره میخواهیل نسروخه، بسیار بسیار کتاب جالبی هستش و من بارها به این مراجعه میکنم و در این کتاب تمام ریشه ها و منشأ ها و خیلی چیزهای دیگر رو در اینجا مطرح کرده. ببینید این لیستشه که شاید کاملا دیده نشه، ولی ریشه یابی کرده منشأ ها رو که چگونه انسان از چه شاخه های عبور کرد و به مرحله فعلی رسیده، و این کتاب انبوه شواهد رو توضیح میده جز به جز. بگذاریم از اینه که قبلا هم در کتاب منشأ انواع اثر داروین، این داروین یه کتاب دیگه هم داره به نام منشأ انسان که اون رو اینجا من پیدا نکردم امروز ارائه بدم، و مهمتر از همه اینها در 15 سال پیش که من این کتاب مغز به مثابه یک سیستم اثر استیون رز رو یا روز رو این رو وقتی که خوندم، یکم ببرین بالاتر لطفا. آها، مغز به مثابه یک سیستم، یک سیستم، این رو وقتی که خوندم دوزاری من افتاد که چگونه مغز انسان رشد کرد و چگونه باعث شد که راست قامت بشه. خب به خود گفتم بیا این دو نظریه خود را مطرح کن تا از خود یادگاری در گشودن دو گره در حوزه تکامل به جا بگذاری. تو کمتر از دیگران نیستی جگر گوشه، و توجه داشته باشید وقتی که انسان حکم یا نظریه میده بارها بهش اشاره کردم، باید در پس اون حکم استدلال باشه، استدلالی متکی به منطق و استنتاجهاش منطبق به واقعیت. و من خیلی خوشحال میشم اگر دوستانی هم حتی بیتونم بیان روی خط
نظر بدن درباره موضوع، درباره این موضوع، نه درباره هر چیزی که دلشون بخواد. و ما با هم یک دیالوگ خوبی داشته باشیم. خب حالا میپردازم به اصل موضوع. فرایند مغز مینونی به مغز انسانی در روند تکامل. قیصر بی لطفاً اون تصویر رو نشون بدی که فرایند مغز مینونی به انسانی هست. بله. یک مینونی سر یک شاخه نشسته که این جد بزرگوار ماست. یه دونه دیگه هم فرستادم که تنبل، اونم نشسته، اونو نه. بله. ابتدا این مینون رو بفره نشون بدی که روی یک شاخه نشسته. همین که نوشتی جد بزرگوار. بله. جد بزرگوار. بله. بله. بعد از اون هم به تدریج من اشاره میکنم اون تصاویر نشون بدید که مغز انسان رو با میمون و شامپانزه و دیگران مقایسه میکنه. باشد. و پس هم اگر لازم بود رسیدیم مونتاژ این تنبل رو هم نشون بدید. بفرمایید. خب فرایند مغز میمونی به مغز انسانی در روند تکامل. شاخه تکامل در دانش زیستشناسی میگوید نیای بسیار دور میمونی ما در جنگل‌های سبز و روی درختان زندگی میکرد و با دست و پای خود برگ‌های جوان پر از مواد مغذی، سرشاخه‌ها، شکوفه‌ها و میوه‌های درختان را می‌چید و برای غذا و استمرار بقا نوشیجان می‌کرد. اینجا یه لحظه توقف کنم. من در اینجا میگم که میوه‌ها را با دست و پاش می‌چید. شما اگر یه تصویر دیگه ای فرستادم که میمونی از دوم خود آویخته و از کف زمین داره آب میخوره. بله بله. اونو اگر نشون بدید بینندگان رو شما رو توجه میدن به دست ها و پاهای ایشون توجه کنن که شبیه همه. چرا شبیه همه؟ برای اینکه دست و پا روی شاخه ها که حرکت میکنه برای گرفتن و محکم ساعت کنه هر دو تخصص پیدا کرده برای یک امر واحد، برای یک کار واحد. در نتیجه وقتی که از یک عضو یک کار واحدی رو بخواهیم اون عضو در روند استمرار اون کار که پیوسته داره صورت میگیره تکامل پیدا میکنه، دگرگونی درش صورت میگیره. خب و همانجا هنگام غروب با به هم پیوستن ساقه های نرم و برگ‌های درخت توشکچه گیاهی فراهم کرده و بر روی شاخه ها میخوابید. البته ناگفته نماند که از شکار حیوانات کوچکتر از خود که به قلمروش وارد شده و زورش به آنها میرسید و میچربید هم غافل نبود و در همین شکارهای گهگاهی بود که با مزه شور و دلربای خون و گوشت خوشمزه پیکر حریف ذائقه‌اش آشنا شد. در اینجا توقف کنم. یه تعدادی از زیستشناسان در حوزه تکامل نظر دادن که یکی از دلایل پایین آمدن جد بزرگوار ما از بالای درخت و روی زمین همین این ذائقه گوشت بوده که در حافظش بوده. این چیز جالبیه. و اون موقعی که درختان دچار بیبرگی و نمیدونم بدون میوه میشدن بالاخره شکم رو که نمیتونست تعطیل کنه باید میومد در جستجوی غذا دنبال نمونه ها و گناه های دیگری میگشت و طبیعتا روی زمین حیوانات حضور داشتن به هر کدومش که میرسید میتونست بگیره اونو نوشیجان میکرد و در حافظش ضبط شد و این شیوه زیستن قرن‌ها ادامه داشت و در طول این زمان دراز بود که آن تحول بنیادین و فرایند بزرگ شدن مغز به تدریج در بخش قدامی دستگاه عصبی اجداد میمونی ما به وقوع پیوست. مکانیسم آن تحول در بستر تکامل و کنایش آن چگونه بود؟ این کنایش رو من به جای مکانیسم به کار میبرم. آن وظیفه این مقاله طرح و ارائه چند نظریه
و تئوریزه کردن آن در راستای فراپویی مغز میمونی به انسانی و کشمکش آشکار و نهان سرشت دیرپای حیوانی با منش نوپای انسانی و چگونگی راست قامت شدن نیای کهن در راستای ظهور ناندرتال و انسان نماهای اولیه در افق طبیعت است. دانش زیستشناسی در شاخه مغز و اعصاب روند پیدایی و شکل گیری دستگاه عصبی و تبدیل آن به یک غده و تکامل به مغز هوشمند را چنین بیان می کند. تحول ابتدا با یک نرون عصبی آغاز می شود. از تکامل نرون لوله عصبی به وجود می آید که در طول بدن جاندار امتداد می یابد. سپس این لوله عصبی به سه بخش پیشین، میانی و پسین تحول می یابد. از تحول و تکامل این بخش ها ناحیه بویایی، بخش های پیشانی، ساختار مخچه و بسالانوخا پدیدار می گردد که تا این مرحله ما انسان ها با سایر پستانداران در کلیات با اندکی تفاوت شریک و همسط هستیم. اما به تدریج برای نیای میمونی ما که بر روی درختان زندگی میکرد اتفاقی میافتد که مغز کوچک و ساده میمونی او را مجهز به اندام ها و سخت افزارهایی میسازد که در مقام مقایسه با سایر پستانداران و حتی نیای میمونی خود حیرت انگیز پیشرفته و تکامل یافته است. یعنی به تدریج بر روی مخ و مخچه اون نیم کره هایی به نام قشر مغز ظاهر می شود که نسل اندر نسل در طول زمانی دراز بزرگ و حجیم‌تر می گردد که برای خود چین و شکن هایی دارد که دانشمندان مغز و عصب شناسان مناطق مختلف و وظایف هر یک از آن چین و شکن ها را مشخص کردند. حال این دستگاه و مناطق مختلف که هر یک برای خود وظایفی دارند که در ناحیه نیمکره های قشر مغز و در بخش خاکستری آن واقع شده اند چگونه برای به روی مخ و مخچه پدر و مادر بزرگ ما رشد یافته و استوار گردیدند؟ تا اینجا شما سوالی اگه دارید بفرمایید. ندارم، بفرمایید. بسیار. گام به گام فرایند آن تحول را تجزیه و تحلیل کنیم. در ابتدا یادآور شویم که یک عضو یا یک ارگان آنگونه که بسیاری از انسانشناسان در حوزه تکامل بیان می‌کنند، نه با خوردن یا مصرف مواد بلکه زمانی رشد و تحول می‌یابد که از آن عضو کاری پردوام، مکرر، سامانمند، هدفمند و پیوسته در حرکت خواسته شود. شما آقای سربی راست دستید یا چپ دست؟ راست دست. بسیار خوب. راست دست و چپ دستی شما وقتی که میخواید یک کاری رو میخیره بزنید یا یک کار حساس رو انجام بدید، ناخودآگاه دست راست شما میره جلو و طبیعتاً این دست راست شما تواناتر از دست چپه. در صورتی که این پدیده دستی و راستی، دست راستی و دست چپی، به قول بعضی از نویسندگان ژنتیک نیست بلکه امریست اکتسابی. به عنوان نمونه، من خودم دست چپ دست هستم. در بچگی وقتی که میخواستم بنویسم، همون کلاس اول، با دست چپ میخواستم بنویسم. پدرم فشار آورد و تهدید کرد، قلم رو من به دست راست گرفتم، شروع کردم با دست راست نوشتن و الان مهارت من در نوشتن با دست راست 1000 بار از دست چپ تواناتره و بنابراین نوشتنم رو با دست راست می نویسم ولی کارهای فنی رو با دست چپ. خب، بس اگر از یک عضو ما به صورت سامانمند مدام کار بخواهیم، خب از طریق خون مواد غذایی مون میرسه، اون رشد میکنه و طبیعتا تکامل پیدا میکنه و بعد در اثر این تکامل اون دی ان آش وارد ژن میشه و اون ژن در نسلهای بعدی توسط پدر و مادر در وجود نسلهای بعدی که به وجود میان
اونا اینستال میشه، یعنی نصب میشه. کار سامانمند آن شکلی به حالا کار سامانمند آن شکلی از کار و حرکت است که عضو یا ارگان مورد نظر برای انجام آن مواد غذایی لازم و کافی از خون دریافت کند که بخش بزرگی از آن را صرف سوخت و ساز که در انگلیسی بهش میگیم متابولیسم، بخشی را برای بازسازی، بهسازی، ترمیم و نوسازی اندام‌های فرسوده و کهنه کند و قسمتی را برای تقویت و کارآمد کردن خود سازد. کارآمد کردن یعنی تخصصی شود تا سامانه درونی ارگان‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها، یاخت‌ها و کروموزوم‌های خود را با موازین تمرن پویا همساز و هم‌آوا کند. در این زمین ها اگر سوال بخواهید بکنن دوستان، من پاسخگو هستم. و حرکت پیوسته به این معنا که در جنبش و جابجایی موقعیت موجود زنده مدام تغییر میکند و او ناگزیر است که شرایط خود را در وضعیت جدید با محیط پیرامون خود تنظیم کند و در این انطباق و سازش با محیط متغیر است که مغز حیوان به حکم ضرورت راه تکامل و بورنج شدن را بر خود هموار کرد و برخلاف پستانداران که تحرک بسیار دارند و خود را با شرایط محیط مکان سازگار نمی سازند، گیاهان و درختان مغزی به آن شکل تکامل یافته که در نزد موجودات شاهدیم ندارند. من در این کتاب وقتی که دوباره نشونش بدم، مغز به مثابه سیستم، در این کتاب نویسنده میگه که درختان مغز ندارن، یعنی به اون شکلی که در نزد پستانداران و ما شاهدیم، دو تا آوند آبکشی و چوبی دارن که اون آونده های آبکشیش توسط آب املاح زمین رو میبره بالا، تو برگ ها پخش میکنه و در اونجا توسط اون کلروفور ها، یعنی اون رنگدانه هایی که در اندام برگ هست، پخته میشه، به مواد غذایی فرآورده عالی تبدیل میشه و برمیگرده به پیکر درخت و درخت رشد میکنه، میوه میده، شکوفه میده و الاخر. بنابراین این حرکت هست که باعث تکامل میشه. به عنوان نمونه آی سوربی در نظر بگیرید، من وقتی که اینجا ایستادم، مغز من به صورت اتوماتیک موقعیتم رو با دیوار، با پنجره، با شرایط پیرامون خودم بلافاصله تنظیم میکنه، میفرسته مغز، پردازش میشه و در اونجا میگه که بله اینجا باید چیکار بکنه. وقتی که موقعیتم از نقطه آ به نقطه ب میره، مغز بلافاصله باز این محاسبات رو انجام میده و موقعیت جدیدم رو در مکان جدید اونجا با در تحت رابطه با محیط مکانم پیرامون خودم تنظیم میکنه. این حرکت هستش که در نهایت باعث تحول تفکر مغز میشه، یعنی روش میشه و طبیعی هستش که اینا باید در یک اندام هایی در یک جای ذخیره بشه و پردازش بشه که در اینجا من بهش اشاره میکنم. شاهدیم زیرا ساکن در یک مکان به حیات رو ادامه میدهند. زرد جلوتر بخورم. گیاهان و درختان مغز با اون شکل تکامل یافته که در نزد موجودات شاهدیم ندارند، زیرا ساکن در یک مکان به حیات ادامه میدهند و همواره با حرکت سیبرنتیک، محاسبه، ضرب و تقسیم درگیر هستند. دوست دارید که این حرکت سیبرنتیک رو توضیح بدم؟ اگه لطف کنید ممنون میشم. ما 4 یا 5 گونه حرکت داریم. یکی حرکت مکانیکی هست که ساده ترین حرکته، یعنی اینی که ماده از نقطه آ به ب حرکت میکنه، اینه بهش میگن حرکت مکانیکی، یعنی ماده انتقال در مکان بهش میگن. یک حرکت دیگه داریم به نام حرکت فیزیکی. من وقتی که این ماده رو با چکش بزنم خورد بشه، این ساختمانش از حالت درشت به ریز تبدیل میشه. این حرکت رو بهش میگن حرکت فیزیکی. حرکتی دیگه ای داریم به نام حرکت شیمیایی.
وقتی که من مثلا میبینی قندی رو میخورم و سمیدی تو بدن من جذب بدن من میشه، یک فرایند شیمیایی در این حرکت رو میگن. همه اینها توسط حرکت صورت میگیره، همه اینها رو میگن حرکت شیمیایی. و یک حرکت دیگه داریم به نام حرکت سیبرنتیک، که این حرکت سیبرنتیک فقط خاص انسان هست و تعداد محدودی از حیوانات که مربوط داره به ریاضیات و انتگرال ها و قرارداد ها و حروف و الفبا و هنر و فلسفه و این چیزا توی این حرکت سیبرنتیک اتفاق میفته. و یه تعدادی از حیوان ها هستن که اونها هم میتونن یه سری معادلات و محاسبات رو بکنن، اما به هوشمندی و توانایی انسان هرگز نمیرسن. و اگر دست طبیعت در رساندن مواد حیاتی به آنها سخاوت نداشته باشد، جبران از میدان هستی حذف میشوند و با فقدان حرکت هیچ ارگانی نه تحول مییابد نه تکامل. و به زبان دیگر اگر از عضوی کاری هدفمند خواسته نشود، نه تنها آن ارگان تغییر، تحول و تکامل نمییابد، بلکه به تدریج از پیکره موجود زنده حذف میشود، مثل دم بلند و نیرومند میمونی ما که نقش دست پای پنجم در گرفتن، آویختن و ایجاد تعادل در جهیدن از شاخی به شاخی دیگر را داشت. اون تصویر رو باز میتونی نشون بدی؟ بله. که میمونت دم خود آویخته؟ بله. هنگامی که از روی درختان بر زمین آمد، به تدریج حذف شد. یعنی این دم و زمانی که بالای درخت بود طبیعتاً مورد احتیاج بود و کارآمده و تکاملا پیدا کرده بود و بسیار عضو کارآمدی بود، اما وقتی که از بالای درخت اومد روی زمین، این عضو کارآمدی خودش از دست داد، وظیفه‌اش از دست داد، عضوی زائد تبدیل شد و به تدریج حذف شد. چرا حذف شد؟ چون به وجودش نیازی نبود و در بسیاری از موارد به عضوی بی‌ثمر بدل شده بود. بعد از این اشاره به اصلی بسیار مهم در سیر و سلوک بقا، در حذف یا تکامل ارگان‌های بدن، به اصل موضوع بپردازیم. در میان جنگلی انبوه، موقعیت چند درخت با فاصله چند متر از هم را در نظر بگیرید. بر روی شاخه‌ای از درخت آ، نیای کهن ما نشسته و در حال خوردن میوه است. بعد از نوش جان کردن آن، به پیرامون خود در جستجوی یافتن میوه دیگر نگاه می‌کند. و با همین نگاه کاوشگرانه است که آن داستان پرماجرای تحول و فرایند تکاملیان آغاز می شود. نیای بزرگ ما برای رسیدن به آن میوه که در شاخه و درخت آب که در دو یا سه متری او قرار دارد چه باید بکند؟ با خود می اندیشد معادله اول: اگر دست و پایم را دراز کنم، آن میوه را می توانم بچینم. بعد از آزمایش متوجه می شود که آن میوه دورتر از درازای دست و پای او قرار دارد و با کشیدن بدن خود به سوی آن شاخه، میوه در اختیار او قرار نمی گیرد. همین موضوع کم اهمیت، مقدار فاصله و بعد مسافت در دستیابی به میوه را مطرح و در ذهن ابتدایی او شکل می گیرد. معادله دوم: اگر دستم را، یعنی اینا رو میمون به خودش داره میگیم، اگر دستم را دراز کنم و جایی از شاخه درخت بی را بگیرم و به سوی خود بکشم، فاصله خود و میوه را کوتاه کرده، در نتیجه به آن دسترسی پیدا خواهم کرد. پس از آزمایش موفقیت حاصل نمی شود. کار دشوارتر از آن است که او فکر میکرد. عدم موفقیت ده ها دلیل میتواند داشته باشد. معادله سوم: برای رسیدن به میوه، می توانم شاخه درخت آ را که بر روی آن قرار دارم به سوی تنه ترک و از آن پایین رفته، فا
فاصله بین دو درخت را طی و از تنه درخت ب به سوی شاخه‌ای که میوه بر آن آویخته است بالا روم. راه حل خوبی است، احتمالاً به نتیجه هم میرسد، اما راه آن طولانی است و احتمال دارد که هم شاخه هم میوه آویخته به آن را گم و سرگردان شوم. معادله چهارم، اما قبل از اجرای این عمل ببینم راه آسان‌تری وجود دارد. معادله پنجم، اصلا آن میوه ارزش این همه بالا و پایین شدن را دارد؟ و با نگاهی مجدد کمیت و کیفیت میوه را ارزیابی می‌کند. معادله ششم، اگر پایین روم توسط حیوانات دیگر در روی زمین شکار نمی‌شوم؟ به پایین نگاه می‌کند، اشیا و هر آنچه که میتواند سبب ساز خطر باشد را از نظر میگذراند. بعد از حصول اطمینان خب یه کاری میکنه. معادله هفتم، خب قبل از پایین و بالا رفتن محل آن میوه را در آن شاخه ردیابی کنم که مسیر را گم نکنم، که احتمالاً گم کردنش احتمال گم کردنش میرود، اما قبل از اقدام قدری فکر میکنم. معادله هشتم، اصلا چرا راه کوتاه‌تری پیدا نکنم، یعنی میانبر بزنم. معادله نهم، راه کوتاه یعنی اینی که از این شاخه به آن شاخه بپرم. مگه من چمه؟ دست ندارم که دارم، پا اونم دارم، هوش متعالی و حسابگر در راه کسبش هستم، دارم دستگاهش اون بالا تو جمجمم میسازم. معادله دهم، نیای کهن ما به خود بگوید حالا که میخواهی بپری اما خطر سقوط را هرگز فراموش نکن، اگر به زمین بیفتی کارت تمام است و با دست و پای شکسته و پیکری مجروح توسط دیگران خورده میشوی و دفتر هستی تو بسته میشود. ترس از سقوط همواره با او بود و شبح نامیمون آن در هر حال و هر زمان سایه به سایه هستی او را تعقیب و تهدید میکرد. اما غریزه چالاک که از بد به پیدایی حیات مسئول سیانفس حراست از جان او را بر دوش میکشید همراه و همگامش بود و به حکم ضرورت در مقابل هر خطر ذراتخانه تدافعی و تهاجمیش را فعال و بیاریش میشتافت. با این وجود همواره باید قسمتی از نیروی فعال و حیاتی خود را جبرم به این میهمان زشت سیما تقدیم میکرد، باجی که جبر مکان و کوتاه کردن زمان و انتخاب طبیعی از او میتلبید و بیدلیل نبود که برای ایجاد تعادل و کاستن از خطر سقوط دوم خود را چنان بلند نیرومند و کارآمد کرد که در همایی هماوایی و همسازی با سایر ارگانهای بدنش نقشی پررنگ گرفته گرفت و بازیه‌ای چالاک شد. معادله پانزدهم، میدهش به او میگفت این سغرا و کبراها که تو میچینی خواسته مرا اجابت نمی کند، بلند شو آقادایی رو تکون بده اون میوه رو برام بیار، تو پس از انباشتن شکم من از طعام میتوانی برای خود هر سازی که میخواهی بزنی، سرود بخوانی، با دمت بشکم بزنی، شعر بگویی یا شیطنت کنی، ولی فراموش نکن که ابتدا مسئله گرسنگی را باید حل کنی. معادله دوازدهم، بسیار خوب بسیار خوب، سعی میکنم از این شاخه به آن شاخه بپرم. تصمیمی بنیادین و سرنوشت ساز، بنیادین از این نظر که نیای کهن ما تا این زمان شیوه جهیدن از شاخه به شاخه دیگر را آگاهانه تجربه و حاصل آن را در دستگاه عصبی به صورت کدهای واحد وارد نکرده بود تا فرمان جهش توسط مغز به تسلی و هورمون‌های لازم به اندام‌ها و عضلات حرکتی صادر کند و در عمل این گامی بود جسورانه به فراسوی تجربه نوین در راستای پریدن بندهای روزمرگی و درجا زدن در سلوکی مقدوس و متعارف. معادله سیزدهم، به خود بگوید قبل از اینی که بپرم باید ببینم از این شاخه تا آن شاخه چقدر است
در آن زمان متر و مقیاس ساخته نشده بود، اما در حافظه میمونی ما بخش‌هایی برای سنجش، احتمال، محاسبه و پیشبینی در سطح ابتدایی در حال آفرینش بود. معادله چهاردهم، شاخه بی که من میخواهم با آن بپرم آیا تحمل وزن و نیروی حرکت من را دارد؟ آیا نمیشکند؟ معادله پانزدهم، شاخه آ که به روی آن قرار دارم استعداد سکوی پرتاب شدن را دارد؟ نمیلغزد، نمیشکند، خم نمیشود. معادله شانزدهم، شاخه آ اگر حالت انعطاف دارد درجه و بزرگی ها چقدر است که جمع نیروی پرش کنم؟ معادله هفدهم، هنگام جهیدن و شاخه ب در اثر تکان شدید آن میوه از بندش کنده نمی شود، خود شاخه نمی شکند. معادله هجدهم، مسیر پرش را چیزی سد نمی کند و ده ها عامل بازدارنده دیگر. آی سروی سوالی دارید در این زمینه ها؟ نه خیلی دارم گوش میدم. سوال این است، این ترازبندی ها باید توسط کدام ارگان طراحی، محاسبه، پردازش، طبقه بندی و بایگانی میشود؟ کدام عضو و ارگان استعداد و توانایی انجام این امر مهم را میتوانست به عهده بگیرد؟ دست، پا، روده ها یا بخش مدامی دستگاه عصبی من؟ در قرن‌ها پیش قطعات زیر مجموعه‌های کارآمد و مستعد جهش در رهگذر تکامل را حاصل کرده بود. طبیعی است این فرایند پرتضاری است و پیچیده بوده دستگاه عصبی محبت شد، چون قهرمان میدان پرچارش و سنجش تنها او که توانایی چنین جهش قولاسای را در پیکر بحران خود فراهم کرده بود و آن جد بزرگوارمان هر روز در جستجوی غذا صدها بار میباید از شاخهی به شاخهی دیگر بپرد و در هر پرش تمامی معادلات بالا و دهها عدید مشکلات دیگر را مد نظر داشته باشد. در چنین شرایطی آن بود چگونه میتوانست از پس آن وظیفه سنگین براید جز مستعد شدن و به تدریج خود را کارآمد کردن؟ و این دست تصادف نبود که چگونه از میمونها که نیای کهن ما انسانها باشد در راستای سیانت خود در میدان فناخیز و خونبار بقا ارگانی از اعضا و پیکر خود را انتخاب و دعوت به کارآمدی و تشویق به توانمندی کند که در افق پیش رو بر جمیع زیستمندان حیوانی جهان برتری آشکاری داشته و در فراز هوشمندان کیهانی قرار گیرد و صلاحیت به استعداد این جهش قولاسا را تنها مغز با ساختار پیچیده دارا بود. بنابراین رشد مغز در روی شاخه ها در اثر جهش ها و پرش های مکرر و بی وقفه ای صورت گرفت که نیای میمونی ما قرن ها هر روز ناگزیر و انجام آن بود و او با هر جهش و پرشی حل ده ها معادله را در پیش روی دستگاه عصبی قرار می داد و آن ارگان ظریف ناگزیر راهی جز کارآمد کردن خود نداشت. راهی ناهموار و کارآمد کردنی با شکوه که پیامد آن ظهور انسان در افق طبیعت بود. اما تا راست آمد شدن و عروج نهایی راهی دراز در پیش بود. چقدر ما وقت داریم آقای سربی؟ حدود 17 دقیقه، 20 دقیقه. 20 دقیقه، بسیار خوب. حالا بس ادامه میدم. شما یه صحبتی دارید در این زمینه ها؟ نه، دارم یاد میگیرم و جالبه. بسیار خوب. من این مطلب رو یه مقدار داستانگونه کردم که به این ترتیب بتونم استدلال کنم که چگونه من رشد کرد. حال چگونه شد که او راست قامت شدن و روی دو پا راه رفتن را پیشینه خود کرد؟ در این راستا باید قریب به عقب برگردیم و وجود چند احتمال را مورد بررسی قرار داده تا
انگیزه ها معلوم شود که او چگونه و چرا روی درختان به زمین کوچ کرد. در این مورد چارلز داروین در کتاب منشأ انسان به صورت کلی میگوید تغییر در تغذیه اهمیت بسیار داشت و ادامه میدهد که احتمالا دلایل دیگری نیز باید وجود داشته باشد که میمونها را از زندگی درختی به زندگی روی زمین سوق داده باشد و ما این احتمالات را در این دفتر برمی شماریم. احتمال اول: 1. سالها پیش متوجه شده بود که روی زمین هم غذا یافت می شود، چون قسمتی از میوه های مورد استفادهش پایین می ریخت و او برای مصرف آنها در فصولی از سال بر روی زمین می آمد. اولین انگیزه میل به خوردن غذای ریخته شده روی زمین. احتمال دوم: در همین پایین آمدن‌های گهگاهی بود که طعم زمین را به عنوان تکیگاهی مطمئن و بزرگ در ذائقه خود چشید و در حافظه‌اش ضبط کرد. انگیزه داشتن تکیگاهی مطمئن در زیر پا، یعنی یکی از دلایلش بود که من روی زمینی قرار گرفت که اون قدر سبوت رو از میان دیگه میبره. احتمال سوم: او به تدریج متوجه شد که در روی زمین خطر سقوط به صفر میرسد. همون حیولای دیوسیرتی که ساتور اهریمنیش مدام بر هستی و ساقی شون میفکند و قسمت بزرگی نیروی زاینده باننده و حیاتمندش را از میان میبرد. اما از طرف دیگر وجود همین ترس از سقوط توانایی او را در بالا رفتن نردبان انعطاف، چالاکی، دوراندیشی و غلبه بر جبر طبیعت در تطابق و هماواهی با انتخاب طبیعی و سازش با محیط برای بقا و چرخاندن آن به نفع خود را رقم زد. انگیزه از میان برداشتن خطر سقوط. احتمال چهار: غذای مورد استفاده او بر روی درختان محدود به سرشاخه ها، برگ ها، شکوفه ها و میوه ها بود که در همه فصول به فراوانی یافت نمی شد. در نتیجه ناگزیر بود برای به دست آوردن غذا به روی زمین بیاید. انگیزه پایین آمدن کم بود غذا. احتمال پنجم: در روی زمین غذا تنوع بیشتری داشت. انگیزه تنوع غذایی. احتمال ششم: شاید منطقه زیست جنگلی او به تدریج دچار خشکسالی شده بود و درختان نیاز غذایی او را تامین نمی‌کردند. انگیزه کمبود غذا. احتمال هفتم: شاید محیط تجمع او دچار اضافه جمعیت شده بود و گروهی ناگزیر به ترک آن بودند. انگیزه کاستن از سایش ها و فرسایش های ناشی از تراکم جمعیت که بین ما انسان ها هم صورت میگیره و بسیار هم خونبار. احتمال هشتم: در اقامتش بر روی درخت گاهی اوقات حیوانات غریبه وارد قلمرو میشدن و با حضورشان امنیت او به خطر میافتاد و او ناگزیر برای بیرون راندن و دفاع از فضای حیاتی و خصوصی خود که آن را حق طبیعی خود می دانست و این حق را قانون طبیعت در ضمیر او نهاده که دارای دو تکیگاه مستحکم بود، یکی حلقه و گروه هم نوعان خود بودند که آن مکان را قلمرو حیاتی خود می دانستند و دو دیگر آنکه او آن منطقه کوچک را هر روز با ادرار و مکروه و سایر ترشحات بدنش همبو و همزاد خود می کرد و این همزاد و همبوسازی در غریزه حیوانیش نوعی تکیگاه روانی و احساس مالکیت خصوصی به او القا و در اثر همین القا در حق مالکیت بر تکیگاه معوائی در روانش ایجاد نوعی رشادت و شجاعت میکرد که در دفاع از خانه و کاشانه، یعنی جایی که هم بود هم زاد و هم بهر رو بود، در نبرد با حریف دست بالا را داشته باشد و منشأ این فرارسی همان تکیگاه معوائی روی درختان و زمین گسترده زیر پا و
عزای پیرامون آن بود که او را قادر به مقابله، درگیری و احتمالاً شکار دشمنان میکرد و در همین شکارهای گهگاهی بود که طعم شیرین پیروزی و تصاحب پیکر حریف و استفاده از پروتئین متراکم و شورمزه در پیکر حیوانات مغلوب را تجربه میکرد. انگیزه طعم پروتئین شورمزه پیکر حیوانات که در روی زمین فراوان بودند. احتمال نهم، شاید سرش سرنوشت با ندای پنهان خود احتمال نهم شاید سرنوشت با ندای پنهان خود او را ناگزیر به فرود از درخت و ترک قلمروی خصوصی خود نمود که همواره بوی او را در فضای اطراف پراکنده می کرد و همین بوی تراوشات پیکر او در رندگان گوشکار را به سوی او فرا می خواند و جانش را در میدان بقا به خطر جدی با خطر جدی روبرو می ساخت که سرانجام او را وادار به ترک پیله سبز همزاد و همبوی خود نمود. احتمال دهم، شاید برای مغز تکامل یافتهش پیله سبز جنگلی ملال‌آور شده بود. احتمال یازدهم، شاید چیزی در روان او ایشان را به فضای باز دعوت میکرد. احتمال دوازدهم، شاید محیط جنگل دچار آتش سوزی شده بود. بنا به 12 احتمال برشمرده و ده ها گمانه دیگر، سرانجام نیای کهن ما به تدریج درخت زیستگاه خود را به سوی زمین ترک گفت و زندگی بر روی آن را در پیش گرفت. اما ناگفته نماند، در ابتدا این کوچ یک سره انجام نشد. گاهی بر روی زمین بود و زمانی بر روی درخت میرم و این شیوه زیستن قرنها طول کشید و به تدریج فرمان طبیعت و قانون انعطاف ناپذیر آن در جستجوی غذا روان شدن در دل دشت‌ها را در سرنوشت و دفتر هستی او رقم زد و ایشان آهسته و آرام فضای بسته جنگل را که چون حبابی سبز و پیله زیستگاهی که او را در زندان خود پرورش و قرنها تیمار کرده بود ترک گفت و گام بر فضای کیهانی دهشت با افقهای بیکران گذارد و به تدریج در جستجوی گردآوری خوراک به دنبال حیوانات در اقصانقاط جهان پراکنده شد و در این انگام بدن او هنوز پوشیده از مو بود و تنها بخش نشیمنگاهی در اثر سایش و فرسایش و استکاک با زمین پوست باسنش موی را از دست داده و عریان شده بود و دستهایش در درازای زمانی که بر روی درخت به چیدن میوه به شکوفه ها و در دهان گذاردن و خوردن آن مشغول بود، مستعد برای گرفتن اشیاء دیگر مثل چوب و چماق تخصص یافته و پاهایش در اثر آویختن از شاخه درخت و چیدن میوه ها زمینه تمایل به راست قامت شدن را فراهم کرد. اما سرنوشت دوم بلند نیرومند و افزار تعادل و هنگامی که بر روی درخت بود چه شد؟ سرنوشت آن دردناک رقم خورده بود، زیرا از یک سو روی باسن نشستن در جستجوی رفتار در دستور رفتاری قرار گرفت که دوم در اثر فشاری که زیر پیکرش بر او وارد می شد آزرد خاطر می گردید و از دیگر سو طبیعت فرمان حذف را صادر کرده بود و او دیگر نقش مثبت در فرایند پیش رو نداشت و به ناگزیر باید صحنه را ترک می گفت.
او باید میرفت و کشمکش ها، گفتگوها و نجواهای خاموش او با مغز نامهربان برای وساطت و حفظ و نگهداریش در پیکر انسانی دیگر ثمری نداشت. و حتی در بسیاری از موارد حضور او سبب ساز مزاحمت‌های خطرناک، دست پاگیر و خونباری در ذهنیت نوین میشد، چون در هیئت نوین میشد، چون در کشمکش ها، زد خورد ها و منازعات بی پایان سرورش یعنی مغزه در صحنه بقا با حیوانات دیگر که طبیعت پیش رو او قرار داده بود، نه ابزار دفاعی کارآمد نه تهاجمی مؤثر به شمار می رفت. او اصلا برای دعوا و مشارکت در زد و خورد ها ساخته و طراحی نشده بود، چون غذای اربابش در گذشته گیاهی و گیاه با گشاده دستی و خوشرویی نیاز او را در اختیارش قرار می داد و او هم در مطالبه آن از گیاه هستی بر نیازی نداشت که خود را مسلح و به حکم ضرورت زور و خشونت را به کار گیرد. اما به موازات تغییر در شیوه غذایی و چرخش از گیاهخواری به گوشتخواری که لاجرم آن معجون انرژیزا و کم حجم باید از پیکر موجودات زنده فراهم می شد، به تدریج سرکله تنازع بقا در صحنه ظاهر و در دستور روز قرار گرفت. زیرا بدون بکارگیری زور و خشونت، به دست آوردن غذا از پیکر موجود زنده محال می نبود، چون آنها هم جان داشتند و آن گوهره طبیعت نزدشان شیری و به همان نسبت گرامی بود که نزد او. لاجرم از خود دفاع می کردن و حاضر نبودن رایگان و به سادگی آن هستی گرانبها را تقدیم این تازه از راه رسیده کنند. آنها هم در نبرد بی پایان بودن و نبودن به فرمان طبیعت خود را مسلح به اندامها و ابزارهای دفاعی و تهاجمی کارآمد کرده بودند که جد بزرگوار ما در رویارویی‌های خونبار و سرنوشت ساز در چرخش نوین گیاهخواری به گوشتخواری گاهی چنان ضربات و هولناک از حریفان دریافت میکرد که او را تا مرز مرگ پیش میبرد و در بسیار موارد نیای میمونی ما در نبرد با حریفان حیوانی کشته و خورده شدند و در چنین میدان پرکشمکش قهرآمیز و فناخیز به کارگیری خشونت ضرورتی اشتراک ناپذیر بود که قانون طبیعت در دفتر هستی او ثبت کرد و سراسر زندگیش را در سوتیان پیچید. و در این میان دوم بیچاره هموار شرمنده از حضور ناکارآمد خود در پیکر جدید بود، زیرا کاری از او برنمی آمد و نقش همیاری و مددکاری او به پایان رسیده بود و حضور بیگانه نمایش در کل پیکر نوین گهی با قهر و گاهی با آشتی تحمل می شد. اما این تحمل و شکیبایی پردوام نبود و او هم حس سربار بودن را هر روز تجربه و بر درجه افسردگیش می افسود. گاهی او تلاش می کرد وجه احساسی آن مغز ساختارمند را به سوی خود معطوف و مهربان کند، شاید گشایشی در کار شود، اما سودی نداشت، چون آن نظام یافته مغرج در آن هنگام از یک سو با احساس و عاطفی متعادی فاصله بسیار داشت و از دیگر سو عریضه مقتدر فرمان هست را صادر کرده بود. به ناگزیر دوم بیچاره باید رخت از حیات و پیکر نیای ما برمی‌بست و در این میان تنها ارگانی که از در نیاز و اجبار او را تیمار می‌کرد زبان لطیف و نرم اویی بود که بر زخمهای در جنگ برداشتش لیفه می کشید و با بزار خود او را از ابتلا به بیماری و دچار عفونت شدن مسئول داشت. همان افزاری که در آینده نچندان دور در عروج انسان و بالا رفتن نردبان دانایی نقشی سحرآمیز در حوزه بلاغت در کنار بلعیدن غذا او واگذار شد. بدین زمان نیای کهن بر روی زمین آمد
و در جستجوی قضا پای بر دشت‌های فراخ‌دامن گذارد که سرشار از مواد خوراکی بود. اما در کنار این سفره رنگین، شبح هراس‌انگیز خطر خورده شدن توسط سایرین که در هر متر و پارامتر آن فضای بیکران در کمین او نشسته بود، در پیرامونش نمایان شد و او به حکم ضرور غریزه در جهت کاستن از درجه آن شبح مخوف در راستای سیانت خود در حین جستجوی قضا پیوسته سر بر می داشت و پیرامون خدا نگاه می کرد که مبادا حریفی نیرومندتر از خود در کمینش نشسته و به او حمله کند. و این کار هر روز بارها تکرار می شد، زیرا که اینجا دیگر فضای بسته جنگل که او در آنجا قهرمان بی همتای جهش ها و پرش های برقاس ها که به چالاکی از شاخی به شاخی دیگر صورت می گرفت، به او از یک سو امتیاز امکان گریختن از دست حریف و از دیگر سو قرار دادن دشمن در وضعیتی مرگبار را می داد نبود. در این میدان کوچکترین قفلت باعث خورده شدنش توسط سایرین می شد و او به ناگزیر به فرمان غریزه و خوش دوراندیش خیش که جمیع سخت افزارهای آن در گذشته به روی درختان ساخته، پرداخته و در جمجمه بزرگش متراکم شده بود به یاریش می شد و به او احساس جسارت و شجاعت برای مقابله با حریف را می داد. زیرا او در این فضای باز در ابتدا کاملا خم سلاح و فاقد ابزار تنافعی و اسلحه تهاجمی بود، نه شاخی، نه دندان و نه چنگال تیزی در اختیار داشت که از خود دفاع کند و از روش های استتار و اختفا هم کاملا بیخبر بود و تنها ابزار دفاعی و تهاجمیش دست های دراز شده از حمل بار بدون تحت فرمان حمل بار بدن تحت فرمان مغز ساختارمند بود که در امر حفاظت تدبیر فاصله گیری از کلیه دشمنان نیرومند که در مسافت های دور و نزدیک از او در کمینش بودن را به کار می گرفت، زیرا غریزه فرهمند آشکار و نهان به او می گفت که در همین فاصله گرفتن از دشمن است که می توانی تمهیدی به کار ببندی، چوب و چماغ به دست گیری، بازوی تدافعی خود را بلندتر تا تعرض او را خونسا کنی. در غیر این صورت اگر فاصله آن با دشمن کوتاه باشد، او در یک چشم هم زدن می تواند تو را از میان بردارد. بنابراین برای پیشگیری، مقابله و تهاجم افزایش شعاع میدان دید و مسلح شدن به چوب و چماغ اجتناب ناپذیر بود که با راست قامت شدن و آزاد شدن دستها از بار بدن کمبود آن برطرف می شد. آیا وقت باز دارید؟ نه دیگه متاسفانه. خب بقیه این رو اگر دوست داشته باشید جلسه بعد ادامه میدیم. ای کاش یه جلسه ای رو هم بذارید برای اینکه این انسانی که دومش رو از دست داد، به قول شما حالا نه شاخ داره نه دندان داره، چجوری تمام جانوران دمدار و شاخدار و دندان‌دار رو اینجوری داره اذیت میکنه و میکشه و میزنه و ازشون کار میکشه. درصد ممنونم از شما آقای یزدان خداوندلو. دوستان عزیز اگر پرسشی دارن از شما یا اینکه به اصطلاح نظری دارن، من صفحه فیسبوک شما رو الان نشون میدم. خیلی ساده و برعکس خیلی از دوستان که پشت اسمای دیگه قایم شدن، شما اسم خودتون، فامیل خودتون رو نوشتید، عکس خودتون رو هم گذاشتید. از این بابت ممنون و متشکرم و با امید دیدار شما هفته آینده چهارشنبه. لطف کنید هر وقت ساعت عوض شد در آلمان به ما خبر بدید، ولی ما فعلا تا همون 3 بعد از ظهر نیویورک یا واشنگتن با شما خواهیم. درود بر شما و شنوندگان و بدرود بر شما و شنوندگان و بینندگانتون. آیسوپی ممنونم از شما، با امید بهترین ها برای شما. خب دوستان عزیز، برنامه امروز آقای یزدان خداوندلو هم به پایان رسید. همین الان میتونید روی فیسبوک از اول تا آخرش رو تماشا کنید. حدود نیم ساعت یه ساعت دیگه روی یوتیوب هم فقط اسم ایشون رو تایپ کنید، تمام ویدیوهایی که برنامه های اینجا به ترتیب تاریخ اونجا
نشون داده میشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بریم برنامه های تلویزیون مردم رو دنبال کنیم و پی بگیریم. فکر کنم بهتر باشه برنامه دیروز آقای حسن فیروزی رو براتون بذارم، اونهایی که ندیدید. ضمناً فردا باز ایشون با ما هست. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.